خوش اومدین آقا مراد. وقتی تنهاییم تعارفو بذاریم کنار. بگو ببینم چه خبر؟ خبر خاصی نیست خوبان. شرکت یا خونه؟ خونه. کدوم خونه؟ خونه ی بابا اینا. حد زده بودم. از سوالت برای چی بود؟ زندگی همینه، پر از سورپرایز. گفتم شاید امروز یه تفاوتایی داشته باشه. زندگی رو خودت هدایت میکنی کرم. میدونی که از تغییراتم خوشم نمیاد. را بیاف، باید به صبحونه برسیم. زود باش. دختر من دارم خواب میبینم یا واقعا بوی منم من میاد ها؟ نه بابا خواب نمیبینی، بوش داره میاد واقعا. وای دوست خوشگلم، احتمالا آستی میخواد سورپرایزمون کنه. چرا نگو بابا، آستی امروز شیفته. پس کی داره منم من درست میکنه؟ این بوی یه منم من واقعیه، مثل مال مامانم. چقدر دلم برش تنگ شده. صابونه حاضره، زود باشیم پاشیم ببینم. اینم که شبیه صدای مامانم. مامانم، صدای مامانم بود. مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ پاشیم ببینم تنبلا. تو کی اومدی آخه؟ شیشه صبح. چی کار به وسایل من داری؟ دارم جمع میکنم. واسه چه خاله امینه؟ باباش گفت دیگه کافیه، برو دختره رو بردار بیار. تو خانواده ما هر چی پدر بگه همون میشه عزیزم. باباش میگه حالا که درسش تموم شده و کارم نمیتونه پیدا کنه برگرده بیاد خونه. رفت دانشگاه درس بخونه، دیگه برنگش خونه. میگه باید جلوی چشمم باشه. من نگفتم به خدا، بابات گفت. همه این حرفا رو بابا زداره؟ من که دیروز با شرف زدن چیزی نگفت. آخه دختر خوشگلم، اون که به تو حرفی نمیزنه. دختر جون، اون بابات خون منو تو شیشه کرد. اون بابات منو نابودم کرد دخترم. خوش اومدی خاله امینه جون. بی سلامت عزیزم. اینو بگی ببینم. بپوش. اوف. رئیس بزرگ، چه برخوردی مد نظره؟ یه حمله تهاجمی یا یه حالگیری غیر منتظره؟ بیرو دروسی حالشو بگیرم یا عقب بکشم از پشت حالشو جا بیارم؟ بذار بره. مطمئنی؟ بعدن یه وقت پشیمون نشینا. مطمئنم، بذار بره. تو کی میخوای بزرگ بشی؟
هنوزم که هنوز ماشین بازی میکنی. این همه سال گذشته، فقط سایز ماشینا بزرگتر شده. علاقه رو که نمیشه سرکوب کرد. من از زندگیم خیلی هم راضیم. خوش اومدی داداش. ممنون داداش. البته راه مال ما بود درک خواه. زندگی همیشه همینجوری بیرحمه کرم جون. همه چیز میتونه توی لحظه تغییر کنه. خب داداش چی کارا کردی؟ آنکارا رو برامون فتح کردی یا نه؟ به قدرت خانواده سارس ایلماز اضافه کردی یا نه رئیس؟ ای تقریبا میشه گفت. خیر باشه، این وقت صبح از کجا میای؟ آه راستی، امروز جلسه داریم، یادت که نرفته؟ نمیخوام گندش کنم ولی واقعا دیشب شب خسته کننده ای بود. شاید به اندازه جلسه کاری تو آنکارا مهم نبوده باشه، ولی از نظر دستاوردهای علمی و پژوهشی دست کمی هم نداشته. فکر کنم امروز باید کل روزو بخوابم. این لوس بازی رو بذار کنار، تا نیم ساعت دیگه حاضر شو با هم میریم. رسما داره تو این خونه به هم ظلم میشه. خوش اومدی. نیم ساعت وقت داری؟ ببینم خودت میتونی نیم ساعت از پس سوال جوابای مامان بزرگ بر بیای یا نه. خسته نباشی عظیم سلطان. کجایی تو شیطون بلای مامان بزرگ ها؟ یه جلسه مهم تو آنکارا داشتم، یادت رفت؟ معلومه که یادمه، خدا رو شکر هنوز آلزایمر نگرفتم. تنها نقطه مبهمش اینجاست که چرا اینقدر طولانی کار دیگه مامان بزرگ. چیه؟ نکنه یه عروس آنکارایی پیدا کردی به ما نمیگی ها؟ تو خیلی مرموزی، به این راحتی تعریف نمی کنی. ببین اگه دختر آنکارایی باشه خوبه، هرچی باشه پای تخته. دخترای اونجا درست حسابی هن. من که توقع زیادی ندارم پسر گلم. دختر خانواده داری باشه، شیر پاک خورده باشه، درس خونده و تحصیل کرده باشه، خونه دار و کدبانو باشه، بر و رو داشته باشه، به بزرگترام احترام بذاره. باور کن هیچ دختری در کار نیست. حالا منو ول کن، تعریف کن ببینم حالت چطوره، خوبی؟ میخوای چه جوری باشم پسرم؟ مگه میشه با اون بی خبر زیر یه سقف زندگی کرد و خوب؟ اینجوری نگو، یه وقت میشنوم. مگه دروغ میگم؟ از دست تو قربونت برم. من راه رفتنشو ببین. دریا. بله. ببینم تو هنوز حاضر نشدی دریا. چرا انقدر شلوغش میکنی نجات؟ دارم حاضر میشم دیگه. میشه لطفاً یکم عجله کنی؟ مراد خیلی وقت اومده. که چی؟ بچه مثلا اومده با ما صبونه بخوره. میدونی که از بدقولی بدش میاد، معطلش نکنیم. مگه تو از این که کسی بدقولی کنه لذت میبری نجات؟ بریم دیگه، یه وقت مراد خان معطل نشن. صبح بخیر. صبح بخیر مراد جون. گفتم صبونه رو بیرون آماده کنن. میدونم. چیزی لازم داری عزیزم؟ نه، میخوام برم بیدارش کنم. مگه دروک اومده؟ اومده، نرسیده، رفت خوابید. میخوام ببینم چی کار میکنه. اگه صبح اومده، خب بذار بچه بخوابه. وای 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 وای، فاتحه آنکارا، خوش اومدی. بیا ببینم. جلسه ها چطور بود؟ کار آنکارا تمومه، حالا دیگه نوبت میلانه. جلسه میلان امروز بود مراد، نه؟ درو کجاست؟ هنوز بیدار نشده؟ صبح اومده نجات، بذار یکم بخوابه. که چی بشه عزیزم، بذارم بخوابه؟ ای بابا، برو اون سر به هوا رو بیدار کن بیا سر جلسه. نجات جون بذار بچه بخوابه. افسار گسیختگی هم یه تاوانی داره دیگه عزیزم. اگه اشکالی نداره شازده یه امروز رو کمتر بخوابه.